الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سال روز قیام تاریخی مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار جمعی از مردم این شهر، حوادث تحول آفرین تاریخ را در بردارنده تجربیات بزرگ درس‌آموز و یا متضمن یک سنت الهی خواندند و با اشاره به نجات ایران از پنجه غارتگر و خونین آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی گفتند. پس از دستور کار کارتر در 43 سال قبل برای سرنگونی جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از هر وسیله‌ای به خصوص تبلیغات و پروپاگاندا برای تحقق این هدف استفاده کردند، اما همچنان که در این اغتشاشات هم مشخص شد ناکام ماندند و ملت بزرگ ایران و مسئولان کشور به فضل الهی با همت به کارهای بزرگ و تحولی به رفع نقاط ضعف و شتاب بیشتر در مسیر تحقق اهداف و خواسته ها ادامه می دهند. حضرت آیت الله خامنه ای زنده نگه داشتن و درس آموزی از حادثه عظیم 19 دی 56 قم را ضروری برشمردند و گفتند نهضت عظیمی که به پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از هاضمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می کرد. چرا که ایران زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی نظامی آمریکایی ها له شده بود. ایشان کتمان یا کمرنگ کردن ایام الله و حوادث تاریخی را راهبرد جریان باطل دانستند و افزودند برخلاف قرآن که همه را به یاد و ذکر ایام الله و حوادث عظیم فرا می‌خواند، جریان باطل می‌خواهد از نورافشانی و هدایت بخشی این گونه ایام جلوگیری کند که تلاش برای کمرنگ کردن یا کتمان روزهایی مانند 22 بهمن، 29 بهمن، 19 دی، 9 دی، تشییع شهید سلیمانی و تشییع شهید حججی نمونه های این تلاش است. رهبر انقلاب با اشاره به عکس العمل سریع مردم مؤمن و با اخلاص قم در 17 دی 56، یعنی همان روز انتشار مقاله‌ای سخیف و موهن نسبت به امام خمینی به دستور دربار پهلوی گفتند این حرکت در روز 18 دی ادامه یافت و در 19 دی به قیامی فراگیر تبدیل شد و قم پر افتخار اولین پرچم انقلاب را برافراشت و مسیری نورانی در کشور به وجود آورد. ایشان سرعت در احساس تکلیف، خطرپذیری در مقابل رژیم سنگدل و خونخوار طاغوت و حرکت به هنگام و بدون تردید را از جمله ویژگی‌های قیام 19 دی مردم قم برشمردند و تأکید کردند هر حرکتی که از این ویژگی‌ها برخوردار باشد حتماً به اهداف مورد نظر می‌رسد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم. تأخیر نباید داشته باشه. به تناسب اهمیت که اون کار داره خطرات رو به جان بخریم. بالاخره در هر حادثه هر خطری رو نباید نظام به جان بخره. نه. بعضی از حوادث هست که انقدر اهمیت نداره که انسان جانش رو به خطر بیاندازه. به تناسب اهمیت حادثه خطر مترتب بر ورود در میدان رو به جان بخریم. مشکل اون وقتی به وجود میاد که ما تو این وظایف اختلال ایجاد میکنیم. به سرعت احساس تکلیف نمیکنیم. به هنگام وارد نمیشیم. خطر رو به جان نمیخریم. ملاحظه میکنیم. این. اگر چنانچه این شرایط رو رعایت بکنیم پیشرفت قطعی است. یعنی تردید نکنید. نمونش سالهای دفاع مقدس. رهبر انقلاب گفتند صدام دیوانه با امکانات فراوان و پشتیبانی آمریکا، شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و با هدف تجزیه ایران حمله کرد، اما ایران در این جنگ احزاب پیروز شد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند و حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد. حضرت آیت الله خامنه ای پشتگرمی رژیم طاغوت به آمریکا را
علت بیعقلی و جسارت در چاپ مقاله موهن علیه امام خمینی خواندند و گفتند چند روز قبل از 19 دی کارتر در تهران و در حالت مستی ایران را جزیره سبات نامیده بود، اما این حمایت نتیجه ای نداد، چرا که به فرموده قرآن نتیجه اتکاب نیروی کفر چیزی جز شکست نیست. رهبر انقلاب با اشاره به نفوذ بسیار بالای آمریکا در رژیم پهلوی، مبارزه مردم با طاغوت را در واقع مبارزه با آمریکا خواندند و افزودند علت تبعید امام در سال 1343 اعتراض ایشان به قانون کاپیتولاسیون بود که به آمریکایی‌ها در مقابل هر جنایتی در ایران مسئولیت می‌داد و مردم در مقابل چنین نفوذی قیام کردند و ایران را نجات دادند که پایه دشمنی آمریکا با ملت شد. ایشان نکته مهم دیگر حادثه 19 دی قم را جلوگیری از نفوذ افراد پرمدعا و بیریشه در مسیر نهضت اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند. در مشروطه نفوذ افراد ناباب موجب کج شدن راه نهضت به سمت سفارت انگلیس شد، اما در انقلاب اسلامی به علت حضور پررنگ شخصیت‌های موجه دینی در میدان و پرچمداری علما در شهرهای مختلف و همراه کردن دلهای مردم با نهضت، همه حتی مخالفان و گروه‌های مختلف مانند کمونیست‌ها مرعوب حرکت عظیم مردمی و آن نهیب‌های امام بزرگوار شدند که از نجف و در درس طلبگی خود دنیا را به لرزه می‌انداخت و ما هنوز حتی امام و عظمت آن شخصیت را نیز به درستی نشناخته‌ایم. رهبر انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب و نجات ایران از سلطه سنگین آمریکا را علت اصلی دشمنی با نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر آمریکایی گفتند 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا، دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنید. این مال اون روزه، یعنی همون اول انقلاب، اوائل انقلاب رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر. اون وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید ذکر میکنه. اولین نقطه ای که ذکر میکنه تبلیغاته، پروپاگاندا. یه با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی؟ تبلیغ در دنیا، تبلیغ در افکار عمومی، تبلیغ در داخل کشور. این کاری بوده که اون روز اینا شروع کردن، تبلیغات. البته خب فقط تبلیغات نبود، تحریم هم بود، جاسوسی هم بود، نفوذ هم بود، زمینه‌سازی برای کودتای نظامی هم بود، از این چیزا هم بود، اما اول تبلیغات رو اسم میاره، میگه با تبلیغات. این تا امروز ادامه داره. ایشان افزودند البته معلوم است که دشمن موفق به عملی کردن نیت شوم خود نشده و جمهوری اسلامی امروز با ریشه های مستحکم خود در داخل و حتی منطقه قابل مقایسه با روز اول نیست، اما آن کارها به کشور ضربه زد و ما می توانستیم جلوتر از نقطه کنونی باشیم. رهبر انقلاب تمرکز توان کشور بر مقابله با جنگ تحمیلی 8 ساله و همچنین مقابله با فشارها و تحریمها را موجب کند شدن پیشرفت کشور دانستند و خاطر نشان کردند آن توان می توانست به صورت کامل صرف سازندگی، پیشرفت و ریشه‌کنی فقر شود. ایشان جبران و برطرف کردن کندی‌های ناشی از دشمنی‌ها را ممکن خواندند و افزودند با کار بیشتر، ایمان و اعتقاد و مجاهدت خستگی ناپذیر و شبانه روزی می توانیم در همه بخش ها ضعف ها را برطرف کنیم، همچنان که در حوزه های علمی، دفاعی و بخش هایی از تولید کارها و جبران های خوبی انجام شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به تحلیل هدف طراحان اغتشاشات اخیر پرداختند و گفتند
دست دشمن خارجی در این حوادث کاملا عیان بود و اینکه تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی عده‌ای آن را انکار می کنند و می گویند این حوادث تقصیر شماست صحیح نیست. ایشان با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز آمریکایی ها و اروپایی ها در حوادث اخیر خاطر نشان کردند، مهمترین وسیله دشمن در این اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی و رسانه‌های غربی، عربی و عبری بود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون ها و فریاد میکشند و فوش میدند و یه جایی رو به شیشه رو میشکنند و یه سطل زباله رو آتیش میزنند و فلان، اینا مخالف با ضعف های کشورند، ضعف های مدیریتی، ضعف های اقتصادی، ضعف های فلان. نه، بنده به شما عرض بکنم عکس قضیه، اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشور ما. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم، چنین خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه می‌افتاد، شروع می‌شد، اینو می‌خواستن متوقف کنن، نقاط قوت می‌خواستن متوقف کنن. و الا بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند بدون تردید این کارها خیانت است و دستگاه‌های مسئول نیز با خیانت برخورد جدی و عادلانه میکنند. ایشان در بخش پایانی سخنانشان به دو مسئله دیگر نیز اشاره کردند. مسئله اول تأکید مجدد بر جهاد تبیین بود که در این زمینه گفتند: این مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر می‌ذاره چی می‌تونه برطرف کنه؟ باطوم که نمی‌تونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین می‌تونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح. نکته پایانی رهبر انقلاب تأکید بر انجام شدن کارهای بزرگ و تحولی بود. باید کارهای بزرگ انجام بگیره، باید کارهای تحولی انجام بگیره. به نظر من میتوانه انجام بگیره. مسئولین مؤمنی وجود دارن، مسئولین پرکار و پلتراشی وجود دارن، میتوانه کارهای تحولی انجام بگیره. خود انقلاب بزرگترین تحول بود. کارهای مقدمات انقلاب هر کدوم یک کار تحولی بود. اینها بود که ما رو توانست از اون گردنه‌های سخت عبور بده. بعد از اینم چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه امنیت، چه در
زمینه‌های گوناگون، زمینه علم، کارهای تحولی و بزرگ لازمه. به نظر من این کار ممکنه. آدمشو داریم، مسئولینشو داریم. کشور به حمدالله جوانهای خوبی داره در همین دانشگاه‌ها و در بسیاری از حوزه‌های علمی در سراسر کشور و در بین مردم گوناگون، طبقات گوناگون افرادی هستن که می‌توانن کار کنن، کارهای مبتکرانه، کارهای نوآورانه و کارهای تحول. روحانیان و حوزویان در شهرهای مختلف کشور در حمایت از مرجعیت و نیز محکومیت اهانت به مقدسات در مدارس علمی تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات دولت فرانسه را مسئول اقدام حتاکانه نشریه فرانسوی دانستند و واکنش و برخورد دولت‌های اسلامی با اهانت کنندگان را خواستار شدند. حساسیت درجه اول حوزه های علمی نسبت به ولایت فقیه است که همون ستون همه انقلاب است و عامل اسلامیت و نگهداری این انقلاب. دولت قاسب فرانسه و کشورهای بیگانه بدانند ما تا پای جان پای ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. سلمه که دشمن با هدف‌های خاصی این اشتباهات خودش را داره انجام می‌دهد. چون در اقتشاشات کار به جایی نبردن و در حقیقت شکست خوردن، الان میخوان در یک کالبد نیمه جان میخوان این کالبد رو بهش حیات بدن. به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که ایادی استکبار حرمت این مراجع عزیز رو بخوان بشکنن و حتی حرمت بکنن. حالا که به مرجعیتمون توهین کردین، ما هر کار جونمون رو میذاریم تا از مرجعیت دفاع کنیم. افرادی مثل امام خمینی، مثل مقام معظم رهبری در رأس امور قرار گرفتن و یه تمدن نوین رو بنا نهادن، تمدن مستقل و اسلامی. حجب کردن و بی احترامی کردن سلاح انسان‌های ضعیف است. ما این حرکت را محکوم می‌کنیم و محکم مقابلشون خواهیم ایستاد. رئیس جمهور کنترل قیمت و رعایت حقوق مصرف کننده را در کنار رشد تولید ضروری دانست. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی و وزارت صمت گزارش‌های درباره رشد شاخص‌های اقتصادی در عرصه تولید و اشتغال ارائه کردند. بانک مرکزی در گزارش خود آمارهایی از رشد 3% حوزه اقتصاد در نیمه نخست امسال در بخش‌های نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی ارائه کرد. بر اساس گزارش وزیر صنعت هم در مدت 9 ماهه امسال 876,000 دستگاه انواع خودرو تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18% رشد داشته است. همچنین رونق بخشی به بازار خودرو با تولید و عرضه 12 محصول جدید بومی از دیگر برنامه‌های وزارت صمت در سال آینده خواهد بود. ادامه دیپلماسی منطقه‌ای رئیس کل بانک مرکزی. امارات مقصد دومین سفر آقای فرزین است. بانک مرکزی هدف از این سفر را تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات، تامین منابع لازم برای فعالیت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی درباره تطابق نظام ارزی و تجاری اعلام کرده. مدیران عامل بانک‌های صادرات، سپه، پارسیان و معاون بین الملل بانک ملی در این سفر همراه آقای فرزین هستند. توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات اقتصادی، پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
برخی شعب متخلف در زمینه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها تعطیل شدند. بر اساس اعلام بانک مرکزی و بازرسی های میدانی این بانک و با قطعی شدن تخلف برخی شعب بانکی در رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها، اقدامات لازم برای تعطیلی آنها انجام شده. این اقدام بانک مرکزی از روز گذشته شروع شده و اقدامات تنبیهی لازم از جمله عزل رؤسای شعب متخلف به اجرا درآمده. طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده های سالانه تا سقف 20% مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می شود. عرضه 500 هزار سکه طلای ربع بهار آزادی در بورس کالا. طبق اعلام بانک مرکزی، این عرضه به مناسبت ایام با سعادت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن از روز شنبه 24 دی و به مدت 3 روز انجام می شود. خریداران می توانند 5 روز کاری بعد از خرید سکه در بورس به خزانه بانک های عامل مراجعه کنند و با ارائه اسناد مربوط به بورس سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند. بر اساس این اطلاعیه، تمامی اشخاص حقیقی بالای 18 سال دارای کد ملی می توانند حداقل 1 قطعه و حداکثر 5 قطعه سکه خریداری کنند. رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی به دادستانهای سراسر کشور دستور داد تکلیف بیش از 20 هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی را تا حصول نتیجه کامل روشن کنند. آقای اژه‌ای همچنین با اشاره به افزایش قیمت سکه دستور داد در احکام بدهکاران مهریه که از پرداخت بدهی بر اساس آراء گذشته ناتوان شدند تجدید نظر شود. 40 کشتی اومده بود روی آب و اینها به دلایل مختلف تخلیه نشده بود. انتقاد رئیس قوه قضاییه از بلا تکلیفی کشتی های باری در آبهای کشور. هر کدوم از اینها به میزان ظرفیتشون هر روز دارن جریمه میگیرن. بعضی از این کالاها خدا نکرده با موندگاری زیاد ممکنه خسارت بخوره. خسارت بعدش اینه که خب خیلی از این کالاها مورد نیاز کشور هست. حسب اون چیزی که دیروز یکی از مسئولین بانک مرکزی می‌فرمود در یک جلسه که با هم داشتیم گفت که ترتیبی دادیم که به همین زودی همین 40 کشتی تخلیه بشه. آقای محسنی اژه‌ای در ادامه از سرگردانی خودروهای رها شده در یکی از انبارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر کرمان هم گفت. اونجا بیش از 2500 وسایل نقلیه سبک و سنگین وجود داشت. از مقامات قضایی خودمون سوال می‌کردیم، از مسئولین اون پارکینگ سوال می‌کردیم. این خیلی اطلاعات درستی نداشتن. اما دستور کار بعدی رئیس دستگاه قضا در نشست مسئولان عالی قضایی به پیگیری پرونده بدهکاران مهریه اختصاص داشت. الان سکه با این قیمت خیلی از افراد هستن که توان پرداخت یک جاره ندارن. توان پرداخت همون حتی مواردی که تعدیل شده قبلن. اینا اومدن دادخواست دادن رفتن دادگاه هم زحمت کشیده تعدیل هم کرده، ولی همون مقدار تعدیل شده هم باز ندارن بدند. اینا حتما باز یک تجدید نظری بکنند. آقای محسنی اژه‌ای همچنین بخشنامه‌ای برای اعمال عفو و ارفاقات قانونی متهمان و محکومان در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هم صادر کرد. کسانی را که میشه از زندان آزاد کرد خطر ندارن، اشکال نداره رفتن بیرونشون، این اقدام را داشته باشن و این اختصاص به محکومین نداره. اگر کسانی هستن قرار بازداشت براشون صادر شده، بازداشت موقت، باز یک تجدید نظری بکنن. به گفته رئیس دستگاه قضا، همزمان با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از 3000 زندانی مشمول عفو و آزادی شدند. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. پایان کار 8 ساله سردار اشتری در فرماندهی انتظامی کشور و آغاز به کار سردار رادان. فرمانده جدید انتظامی کشور در این مراسم با خدا، مقام معظم رهبری و مردم عهد بست تمام توان خود را در راه خدمت به کار بگیرد. مراسم معارفه فرمانده جدید انتظامی سردار حسین اشتری بعد از 8 سال خدمت در سازمان انتظامی مورد بدرقه همکارانش قرار گرفت.
در مقاطع گوناگون 8 سال گذشته شاهد حوادثی کم نظیر و بعضاً بی نظیر بودیم، آنند بحرانهای سالهای 96، 98 و 1401 و دوران سخت شیوع ویروس کرونا که این سازمان در مدیریت و کنترل آن سهم بزرگی داشت. سردار رادان هم با عهد و پیمان پای تریبون آمد. عهد می‌بندم که آسایش خود را مشتاقانه فدای آرامش شهروندانی کنم که به فرموده مولایمان یا همکیشان من هستند و یا هم نوعان من. در این مراسم میهمانان از شناختشان نسبت به فرمانده جدید انتظامی میگفتند. یک سرداری مقتدر در این حال مهربان هستند. همیشه شاهد مدیریت و اقتدار و برقراری امنیت و آسایش مردم بودیم. سرداران فعالیت خود را در نیروی انتظامی از سال 76 آغاز کرد و در این اواخر از بانیان تبدیل ناجا به فراجا بود. تحولی که در بحث پرورش نیروهای تخصصی قرار از کارهای زیادی انجام دهد. مبنای من برای جهش در کار انتظامی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معماری فراجای آینده است. مسئولان کشوری و لشکری هم گفتند همه توانشان را برای کمک به این سازمان عملیاتی خواهند کرد. فراجا مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده‌اش هست. طبیعی است دولت با تمام توان حمایت میکنه از فراجا. همه ارتقاهای لازم برای انتظامی کشور داره پیش بینی میشه، چه در ابعاد فناوری‌های روز، چه در ابعاد تجهیزات امنیتی و چه در تجهیزات و سامانه‌هایی که باید خدمت رسانی به مردم بکنن. حتما شاهد یه رشد چشمگیری خواهید. چند سال دیگه؟ تو همین 5 سال دیگه، برنامه 5 ساله، انشالله شروعش 1402. هفتمین فرمانده کل انتظامی امروز رسماً در تاریخ 19 دی ماه 1401 فعالیت خودش رو آغاز کرد. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما. دیدار سه‌جانبه رؤسای مجلس ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در حاشیه مجمع مجالس آسیایی در ترکیه برگزار شد. مسائل منطقه و مناسبات سیاسی و اقتصادی از موضوعاتی است که رؤسای مجالس سه کشور در این نشست درباره آنها با هم بحث و تبادل نظر کردند. صبح امروز رئیس مجلس در 13مین مجمع مجالس آسیایی گفت توهین نشریه حتاک فرانسوی به مرجعیت اسلام ثابت می کند که باید با همکاری بیشتر مقابل لطمه به هویت فرهنگی ملت‌ها ایستاد. در حاشیه برگزاری اجلاس مجلس آسیایی، ابتدا رؤسای مجلس ایران و آذربایجان در دیدار دو جانبه دور یک میز نشستند. ساعتی بعد دیدار و نشست رؤسای مجلس ایران و ترکیه. این دیدارهای دو جانبه در توسعه همکاری و روابط بین کشورها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. هر چقدر این هماهنگی‌ها بین کشورهای آسیایی بیشتر بشه، بیشتر با هم دیگه ارتباطات و گفتگو داشته باشن و بیشتر خواهند توانست که بر منطقه خودشون مسلط بشن و نیاز به دخالت خارج از منطقه در امورات منطقه نخواهد بود. ساعتی بعد از دیدارهای دو جانبه، رؤسای مجلس ایران، ترکیه و آذربایجان بدون حضور خبرنگاران در این اتاق با هم گفتگو کردند. رئیس مجلس کشورمان با توجه به شرایط و تحرکات پرشتاب در منطقه، این نشست سه جانبه را مهم مرزابی کرد و از جزئیات این جلسه خبر داد. طبیعتاً بعضاً یک ناهماهنگی‌ها در کار بود یا اخیراً یک مقدار تنش‌های بیخود بین ایران و آذربایجان شکل گرفته و سر اینها صحبت شد و همه این موضوعات توافق شد و انشالله بران شد که به صورت ساختاری این نشست ها برقرار بشه و نشست بعدی هم در اولین فرصت حالا تصمیم بعد خواهد گرفته شد که در تهران یا باکو برقرار بشه، به اضافه این که بران شد این نشست های سه جانبه در سطح وزرای خارجه، در سطح وزرای دفاع و بعد هم در سطح رؤسای جمهور سه کشور شکل بگیره و ما بتونیم از فرصت‌های ترانزیتی برای پیشرفت کشور مخصوصاً در برنامه هفتم ما در بحث انرژی و بحث حمل و نقل حداکثر استفاده رو
انشالله ببرن. رؤسا و نمایندگان مجلس آسیایی به کشور خودشون باز میگردن و برخی موضوعات رو برای تعامل و همکاری بین کشورهای آسیایی در مجلس خودشون پیگیری و تصویب خواهند کرد. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، محل اجلاس مجلس آسیایی. رئیس جمهور برزیل با اعلام وضع اضطراری نیروهای مسلح را برای برقراری آرامش در پایتخت فراخواند. وضع اضطراری در پی حمله اغتشاشگران به کاخ ریاست جمهوری و چند مرکز دولتی اعلام شده. نیروهای نظامی بعد از درگیری با اغتشاشگران و بازداشت 400 نفر کنترل کاخ ریاست جمهوری را باز پس گرفتند. اغتشاشگران حامیان ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل هستند که شکست را در انتخابات نمیپذیرند. داسیلوا که هفته پیش قدرت را به دست گرفت اعلام کرد عوامل آشوب مجازات می شوند. رئیس دادگاه عالی برزیل هم اغتشاشگران را تروریست خواند و اعلام کرد تروریست ها بدون کیفر نمی مانند. این صحنه ها را حامیان ترامپ رقم زدند. البته نه این ترامپ. ترامپ برزیل. حامیان رئیس جمهوری پیشین که از وی به عنوان ترامپ برزیل نیز یاد می شود به کاخ ریاست جمهوری، دادگاه عالی و ساختمان کنگره حمله کردند. ما خواستار برگزاری انتخابات مجدد هستیم. ما این دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم، چرا که از نظر ما مشروعیت ندارد. حامیان ژایر بولسونارو مشروعیت این مرد را زیر سوال بردند. لولا دا سیلوا که در انتخابات آبان ماه بولسونارو را شکست داد. فاشیست‌های افراطی کاری کردند که تا پیش از این هرگز در برزیل رخ نداده بود. این حمله مستقیم به دموکراسی و قانون است. رئیس جمهوری برزیل سلف خود را مسئول چنین خشونتی می‌داند. بولسونارو که اکنون در فلوریدا به سر می‌برد اما این اتهام را بی اساس می‌داند. نیروهای امنیتی در نهایت توانستند طرفداران سبز و زرد پوش بولسونارو را از ساختمان‌های دولتی بیرون برانند. اقدامات بیشتری برای تامین امنیت ساختمان‌های دولتی به کار گرفته شدند. صحنه‌هایی که حامیان ترامپ برزیل رقم زدند بسیار شبیه چیزی است که دو سال پیش حامیان ترامپ در آمریکا آفریدند. متاسفانه این داستانی آشناست. یک سیاستمدار تمامیت‌خواه عوام‌گرا که نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرد و طرفدارانش به کنگره حمله می‌کنند. بولسونارو در دوران ریاست جمهوریش به دلیل سیاست‌های راست افراطی و عوام‌فریبی‌اش با ترامپ مقایسه می‌شد. مقایسه‌ای که البته خودش هم از آن ناراضی نبود. او در نهایت مانند ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات سر باز زد و حامیانش هم مانند حامیان ترامپ ترجیح دادند زورآزمایی را از صندوق‌های رأی به خیابان بکشانند. مرگ ده‌ها هزار نفر در مسیر مهاجرت به اروپا و آمریکا طی 8 سال گذشته. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد در 8 سال گذشته حدود 50 هزار مهاجر در مسیر مهاجرت جان خود را از دست دادند که بیشتر آنها در مسیر اروپا جان باختند. در گزارش این نهاد بین‌المللی از دریای مدیترانه به عنوان خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت یاد شده است. در همین مدت بیش از 4000 نفر در مسیر مکزیک به آمریکا جان باختند. تورم بی سابقه در آمریکا باعث شده است تعداد قابل توجهی از مردم این کشور دیگر توان پرداخت نقدی مایحتاج خودشان را نداشته باشند. نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد مردم این کشور به شدت نگران تورم هستند. بر اساس نظرسنجی یک شبکه تلویزیونی آمریکا، 67% مردم آمریکا به شدت نگران تورم هستند. آنها نگرانند که در آغاز سال جدید توان مالی برای خریدهای لازم خانه‌شان را نداشته باشند.
در این تعطیلات اول سال تعداد قابل توجهی از مردم آمریکا حقوقشان جوابگوی تورم نیست و پول خیلی کمی برای سرگرمی، مسافرت یا خرید دارند. نزدیک دو سال پیش وقتی از رئیس جمهور، وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو پرسیدند افزایش تورم در آمریکا تا کجا پیش می‌رود، پاسخشان این بود: تصور می‌کردند گذرا و موقتی است. اما امروز در آغاز سال 2023 میلادی نرخ تورم در آمریکا همچنان در بالاترین رقم 40 سال اخیر این کشور است، به طوری که وزیر خزانه داری آمریکا اعتراف می‌کند به اشتباه تصور می‌کرده که تورم در این کشور گذراست. فکر می‌کنم آن موقع درباره مسیری که تورم قرار است طی کند اشتباه کردیم. از ابتدای سال 2021 رشد قیمت‌ها در آمریکا اوج گرفت و هزینه مردم این کشور در بخش مواد غذایی، بنزین، بلیط هواپیما و حتی قیمت خانه و خودرو افزایش مستمری پیدا کرد که هیچگاه در این کشور سابقه نداشته. همه چیز روز به روز داره گرانتر میشه، اما حقوق ما نه. وضع اقتصادی اصلا خوب نیست. من نگهبانم. زندگیمو میگذرونم اما کافی نیست. قیمت مواد غذایی و هزینه‌های روزمره خیلی زیاده. افزایش قیمت‌ها در آمریکا در حدی است که مردم این کشور به شدت به استفاده از کارت‌های اعتباری رو آوردند. در پایان سه ماه سوم سال 2022 استفاده مردم آمریکا از کارت‌های اعتباری 40 میلیارد دلار بوده است. این رقم بسیار زیادی است. آنها این کار را کردند چون تورم توان مالیشان را برای پرداخت نقدی هزینه ها کم کرده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا در سال 2022 میلادی به اندازه ای بوده که بر اساس اعلام مرکز اطلاعات انرژی آمریکا مردم این کشور در این سال 562 میلیارد دلار برای خرید بنزین هزینه کردند. این رقم از رقم مشابه در سال 2021 236 میلیارد دلار بیشتر بوده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. بیش از 327 هزار نفر دیگر در جهان در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. 752 نفر هم به شمار جانباختگان ناشی از این ویروس اضافه شد. ژاپن با بیش از 190 هزار ابتلا و 407 قربانی همچنان در صدر جدول آمارهای روزانه کرونا در جهان قرار دارد. در این مدت بیش از 46 هزار نفر هم در کره جنوبی به کرونا مبتلا شدند. آمارهای سرایت و مرگ و میرهای کرونایی در فیلیپین، برزیل، مکزیک و منطقه تایوان نیز همچنان رو به افزایش است. بیشتر مناطق کشور از فردا تا جمعه با کاهش محسوس دما روبرو می شوند. در شبانه روز گذشته هم برودت هوا در مناطقی از شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور به بارش برف و باران منجر شد. بیشترین بارندگی های روز گذشته در گیلان ثبت شد. آسمان نوار شمالی کشور از صبح امروز برفی و بارانی بود. همه خرسند شدن، شادمان شدن، الحمدلله رب العالمین، شکر خدایا. در خلخال اردبیل برف راه ارتباطی 100 روستا را مسدود کرد و در برخی مناطق این شهرستان ارتفاع برف به 50 سانتی متر هم رسید. نعمت خداست، باریده و شکر. باعث میشه فراوانی بشه، نعمت میشه، آب زیاد میشه، کلا خیر و برکت میاره. برف در خراسان شمالی هم بارید و ارتفاعات گیلان و مناطقی از تبریز را سفید پوش کرد. این برف اصلا این نعمتیه برای کشاورزان این منطقه. خدا کنه همینجور برف بیاد، امسال سال خوبی باشه برای ما. بیشترین بارندگی نیز در ایستگاه‌های جیرنده و رضوان شهر گیلان به ترتیب با 99 و 43 میلیمتر ثبت شد. در شبانه روز گذشته 17 مرکز استان دمای زیر صفر را تجربه کردند که شهرکرد و اردبیل به ترتیب با منفی 7 و منفی 6 درجه سردترین مراکز استان و بوینه میان دشت اصفهان با منفی 18 درجه سردترین شهر کشور بود. با توجه به برودت هوا و یخبندان جاده ها در مناطق کوهستانی
پلیس راهور با تاکید به خودداری از سفرهای غیر ضروری توصیه کرد قبل از ورود به راه و جاده حتما تجهیزات ایمنی استفاده بکنن و زنجیرچرخی که در خودروهاشون حتما خواهد بود در پارکینگ خودشون یک بار باز و بستشون انجام بدن و اطمینان از سلامت این تجهیزات هم داشته باشن. با ادامه فعالیت سامانه بارشی و البته وزش باد، آلودگی هوا کاهش چشمگیری داشته و شاخص آلایندگی در کلان شهرها به زیر 100 یعنی میزان قابل قبول رسیده. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. سلام، شبتون بخیر. خب به طور کلی دو تا سامانه فعال بر روی کشور داریم. یکی سامانه شمالی هستش که یه دو روزی باعث برف و بارون شده و اون یکی از امروز بعد از ظهر از جنوب غرب وارد شد، به طوری که پیش بینی میشه هرچند فردا از شدت سامانه شمالی کمی کم میشه، اما در عوض برای نواحی جنوبی همچنان بارش رو داریم و این سامانه گسترش پیدا میکنه. در استان خوزستان برای امشب و فردا، در استان ایلام، جنوب استان لرستان، همدان، مرکزی بارش برف و بارون رو داریم. در استان اصفهان هم همین اتفاق خواهد افتاد. شدت بارش‌ها در چهارمحال و بختیاری، کوهگیل و بویراحمد، استان بوشهر، فارس و به تدریج این بارش‌ها به استان کرمان، یزد و همچنین هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خواهد رسید. بارش‌ها به صورت برف و بارون هستش. پیش بینی میشه با توجه به وزش بادی که فردا و پس فردا در نواحی شرقی کشور داریم، پدیده گرد و خاک هیچ دور از انتظار نباشه، ضمن اینکه کاهش فوق‌العاده دما اتفاق میفته، چیزی در حدود 15 درجه برای نواحی شمال شرق کشور اتفاق میفته. البته برای نواحی شمالی و همچنین نواحی غربی کشور این عدد کمتر است، چیز در حدود 10 درجه و برای نواحی جنوبی 5 درجه. پس بنابراین دو توصیه برای کشاورزا بکنیم. کشاورزای سیفیکار نواحی غربی از سیفیکار ایلام و خوزستان گرفته تا مرکبات کارای کرمان و همچنین هرمزگان، حواسشون باشه که تنش دمایی رو داریم، نسبت به جمع‌آوری محصول زود اقدام کنن. یخبندان رو داریم، حواسمون باشه به یخزدگی، خصوصا کنترای آب خونه ها، و بعد از اون بایستی همواره در مصرف گاز صرفه‌جویی رو انجام بدیم. ممنون از همراهیتون، شب خوش. سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز به 73% رسید. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، با شدت گرفتن برودت هوا، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در استان‌های مرکزی ایران از جمله استان تهران، احتمال افت فشار در شهرهای شمالی کشور افزایش می‌یابد. در این باره گفتگو می‌کنم با کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز ایران. آقای ایزدبخش، سلام، شب بخیر. در حال حاضر وضع مصرف و تولید گاز چطوره و با توجه به این شرایط مصرف کدوم استان‌ها در معرض افت فشار قرار دارند؟ عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان محترم بخش خبری. عرض کنم خدمت که مصارف گاز ثانی در بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده طی روز گذشته حدود 607 میلیون متر مکعب بوده. برای روز جاری پیش بینی میشه که حدود 639 میلیون متر مکعب برسه مصرف، چیزی حدود 5% افزایش. با توجه به شرایطی که ما در واقع در کاهش دما شاهد هستیم در نقشه که میبینید، خب مصارف در نیمه شمالی خیلی رشد چشمگیری داشته و رفتار مصرف کنندگان همینجوری که میبینید در شهرهای استانهایی که به صورت قرمز نشون داده شده خارج از الگوی مصرف بوده، به خصوص استانهای تهران، آذربایجان غربی و مازندران. پیش بینی میشه در روزهای آینده با کاهش دما و رسیدن میانگین دما به حدود 0.9 درجه سانتیگراد، مصرف تا حدود 710 میلیون متر مکعب هم افزایش پیدا کنه که این بسیار چشمی هستش. و با توجه به اینکه در حال حاضر ما تمام پالایشگاه و منابع تولیدیمون در حد اکثر ظرفیت قرار دارن، ممکنه که در واقع اختلالی در پایداری شبکه به وجود بیاد. تمام همکاران ما تمام تلاششون رو میکنن که پایداری شبکه حفظ بشه، همونجوری که تا الان اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال در نقاط انتهای شبکه به خصوص در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، گلستان و اردبیل، شمال اردبیل بیشتر، اونجا ممکنه که ما افت فشار رو داشته باشیم. از هموطنان عزیز خواهش میکنیم که با توجه به توصیه‌ای که در قبل شده و
من دوباره خدمتتون میگم که تعدادشو مثل کاهش در واقع دمای منزل در هنگام اوقات خروج از منزل، حفظ دمای آسایش بین 18 تا 21 درجه و همچنین بستن پنجره ها و موارد دیگه که در گزارش قبلی ذکر شده توسط همکارانم با ما کمک کنن که در واقع ما پایداری شبکه رو به خصوص در استان‌های شمالی حفظ کنیم. ممنون از وقتی که به من دادید. متشکرم. زنده باشید. خیلی ممنونم از شما آقای زدبخش، کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز کشور. فرق بین استانداردهای اختیاری و اجباری چیه و چه کالاهایی مشمول استاندارد اجباری هستند؟ عین شست صفحه اول به عدالت برخی. آیا به جز باد سازمان استاندارد هم در پاک شدن هوا تاثیر دارد؟ ما نمیتونیم بگیم که استانداردهامون به روز نیست. اصلا استاندارد نمیتواند به روز نباشد. استاندارد باید به روز باشد. البته در بعضی از مقوله ها عقب افتادگی داریم. با سوالاتی از این دست و در برنامه صف اول امشب به استقبال رئیس سازمان استاندارد می‌رویم. صف اول، ساعت 23، شبکه خبر. محققان یک شرکت دانش‌بنیان در اصفهان توانستند مخمر فراسودمند تولید کنند. این محصول در تغذیه دام و طیور کاربرد دارد و پیشتر از کشورهای خارجی وارد می‌شود. متخصصان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به تولید محصولی فراسودمند شدند. محصول عصاره مخمر است. سه گروه هدف داره: صنایع دام، طیور آبزیان و حیوانات خانگی و زنبور عسل، صنایع غذایی و صنایع بایوتکنولوژی مثل محیط‌های کشت میکروبی. ترکیبات این عصاره مخمر 50% پروتئین، املاح، ویتامین‌های گروه B و آنتی اکسیدان هاست. در حوزه دام سنگین این محصول به خوبی تونسته در افزایش شیر، گوشت و بهره‌وری دام، سلامت دام مؤثر باشه. در حوزه طیور در بهبود افزایش ضریب تبدیل بسیار این محصول مؤثره. در حوزه خوراک آبزیان هم به خاطر نقشی که در افزایش طعم و خوراک داره و بهبود ضریب تبدیل داره از لحاظ مصرف کننده ها بسیار مورد توجه قرار گرفته. این محصول فراسودمند گواهی انطباق استاندارد ملی را کسب کرده است. به عنوان یک محصول دانش بنیان و با تکنولوژی بالای تولید که به شکل آنزیماتیک و هیدروستاتیک هست، از طرف سازمان توسعه تجارت بین الملل و سازمان ملل انتخاب شد برای ارائه در اتحادیه اروپا و در کشور آلمان، هلند و سوئیس معرفی شد. از لحاظ رقابت پذیری و کیفی بسیار عالی تشخیص داده شد. عصاره مخمر فراسودمند که پیش از این از کشورهای چون هلند، آلمان، هند، چین و آمریکا تامین می‌شد، حالا با تولید سالانه حدود 300 تن بستری مناسب برای ارزاوری و خودکفایی است. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. محققان کشورمان توانستند دستگاه کمک جراح تشخیص بافت‌های سرطانی حین جراحی را بومی‌سازی کنند. این دستگاه می‌تواند بافت حاشیه تومور سرطانی را در مدت زمان 1 تا 2 دقیقه تشخیص دهد، در حالی که نمونه‌های قبلی این کار را در مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت انجام می‌داد. این دستگاه اکنون به مرحله تجاری‌سازی رسیده و توجه برخی جراحان خارجی را به خود جلب کرده است. دستگاهی که ما دیولپ کردیم اسمش CDP یا Cancer Diagnostic Probe هست. بیش از 4 ثبت اختراع گرانت شده امریکا داره. مجوز آیمد وزارت بهداشت رو سال 98 گرفته. دقتش بیش از 91% تو تشخیص حاشیه سرطان و این روی 3000 خوردی کیس ثابت کردیم و مقالش چاپ شده. این دستگاه یک انقلاب در جراحی سینه است، چون دقت را بالا برده و هزینه های درمان را کم کرده است. این دستگاه خیلی نوآورانه است و نمونه دیگری از آن ندیدیم. همایش بزرگداشت سردار شهید احمد کاظمی، شهدای عرفه و فرماندهان شهید نیروی زمینی سپاه با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد این نیرو برگزار شد. سردار شهید حاج احمد کاظمی، فرمانده اسبق نیروی زمینی سپاه، در حادثه سقوط هواپیما در 19 دی 1384
به همراه 11 تن از یارانش به شهادت رسید. دیگه شروع کنیم ها؟ راحت تعریف کن شما، با اونا کاری نداشتیم. نه خب من به هر حال حالا بعدا میگیریم. بذار تعریف کنه یه بار برای خودم. نه من یه بار تعریف کنم، بار دوم دیگه تعریف نمیکنم. یه بار تعریف خنده های این مرد را آدم هایی که در نزدیکی او بودند به خاطر دارند. ایرانیوندا جامنا گیچارو جامنا گیچارو جامنان گیچارو. برای دوستانش فرماندهی خاکی بود، رفیق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. دست پای احترام نمیخوادم دوستان با فرماندهتون کرد. به خاطر همین وقتی حاج احمد کاظمی رفت صدای گریهشان بلند شد. سالهای بعد هم وقتی نامش می آمد انگار داغشان تازه می شد. می گویند حاج قاسم رفیق صمیمیش بود در جنگ و بعد از جنگ، حتی زمانی که شهید کاظمی نبود. حاج قاسم یه بلیت می گرفت، بلیت هواپیما، می مد فرودگاه اصفهان. یه راننده ای هم پیدا کرده بود، همیشه زنگ می زد به اون راننده، اون می مد حاج قاسم می برد شهدا سر قبر شهید احمد کاظمی با حسین خرازی، و بعدم دوباره با همون راننده برمیگشت فرودگاه میمد تهران. مرد جنگی بود حاج احمد آقا، فرمانده بودنش را با تدبیرش به خاطر دارند. حتی برای یک لحظه لباس جهاد را از تن به در نکرد، برای یک لحظه میدان جهاد را ترک نکرد. شجاعت رو با عقل و تدبیر کنار هم به خوبی قرار داده بودن و از نظر مدیریتی بی نظیر بودن و بسیار سختگیر. تخت می گرفت برای امنیت مردم، حتی زمانی که فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا بود سال 74 در عمق 150 کیلومتری عراق حساب منافقین را رسید. وقتی هم از قرارگاه رفت ثمره فرماندهیش آنجا ماند. با ایجاد امنیت پایدار و استفاده از نیروهای بومی منطقه و ارتباط عاطفی که با مردم داشت، امنیت رو به خود مردم واگذار کرد و الان توسط خود مردم اداره میشه این استانها. استانهایی که امن هستند حتی بعد از شهادت سردار احمد کاظمی با بیش از 30 لشکر و تیپ نیروی زمینی سپاه. سرهنگ شهید جعفر عبدالحسین زاده. نیروی که فقط از ابتدای امسال 40 شهید داشته. کسانی که مثل فرمانده قدیمیشان رفتند تا امنیت بیاید. خب بریم برگردیم دوباره. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.